فورتونی نام کوچه‌ای است که خانه سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس در آنجا قرار دارد. در سویی که ایستاده ایم کوچه ایست یک طرفه. جمعی از ایرانیان ساکن این شهر با گردهمایی خود قصد دارند تا با اعزام دو نماینده نامه اعتراضی را به دلیل حمله به خانه آقای کروبی به آنجا تحویل بدهند. گزارش را به ترتیب زمان اتفاق دنبال می کنیم. نگین و بابک دو نفری هستند که نامه را به منزل سفیر خواهند برد. به نظرم فکر میکنم که حتی نامه رو اگر نخوندن صداشو ولی شنیدن. به هر حال این نامه مثل تمام اعمال اعتراضی که ایرانیان انجام دادن توی این یک سال و نیم اخیر مراتب اعتراض و ضمناً هشدار نسبت به عواقب این گونه اعمال به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی خواهد بود. من فکر میکنم که حمله به مخالفای خودش کار اولین کار رژیم نیست. قبلا هم این کارا رو کرده توی این 30 سال اخیر. حمله به منزل آقای منتظری، به مسجد قبا، حالا آقای کروبی، منزل آقای کروبی، حمله های زیادی هم شد، دیگری هم شده که ما خبر نداریم. به همین دلیل اومدم برای اعتراض. نامه را به روی صفحه بزرگی چاپ کردند تا فارسی و فرانسوی آن برای آبرین خانا باشد. در این لحظه کارکنان امنیت فرانسوی که وظیفه حفاظت از همه شهروندان را دارند با برگزار کنندگان به گفتگو می پردازند. ایرانیان مقیم پاریس امروز مجوز داشتند برای یک تجمعی در میدان مالزرب در پاریس و پس از اون تقدیم یک نامه از طرف ایرانیان مقیم فرانسه، نامه اعتراضی نسبت به حملاتی که به خونه آقای کروبی شد، به اقامتگاه دیپلماتیک سفارت جمهوری اسلامی. مجوز موجوده اینجا، نمایندگان پلیس فرانسه حضور دارن و اعلام کردن به ما که گویا امروز صبح مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران به شدت وزارت خارجه رو تحت فشار قرار دادن که به هیچ عنوان هیچ مخالفی با هیچ نامه‌ای نباید نزدیک اقامتگاه سفارت بشه و البته این نامه از طرق دیگری مسلماً به سفارت خانه و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار خواهد گرفت. کروبی حمایتت می‌کنیم. ابوطالبی حیا کن، کودتا رو رها کن. ابوطالبی حیا کن، کودتا رو رها کن. ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک از سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. جان من فدای خاک پاک میهنم. محله 17 پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.